سه ماه پس از آغاز جنگ اسرائیل و حماس. اسرائیل میگوید ساختار نظامی حماس در شمال غزه از بین رفته است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل گفت نیروهای این کشور چارچوب عملیاتی حماس در اردوگاه جبالیا را متلاشی کردند. او اضافه کرد که نیروهای حماس همچنان در شمال غزه حضور دارند اما فاقد ساختار فرماندهی شده اند و تا مدتی هنوز قادر به ادامه حملات راکتی به اسرائیل از این منطقه خواهند بود. در پی اعلام این خبر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر ادامه جنگ تا پیروزی کامل تاکید کرد. ما نباید تا تکمیل همه اهدافمون جنگ رو متوقف کنیم، یعنی تا نابودی حماس، بازگشت همه گروگانهامون و اطمینان از اینکه غزه دیگه تهدیدی برای اسرائیل نباشه. پیام من به دشمنان و دوستانمون اینه: ما در خصوص این اهداف مسئولیت داریم که هممون هم بهش متعهدیم. لازمه که ما ملاحظات دیگر رو تا رسیدن به پیروزی کامل کنار بگذاریم. این پیروزی تنها زمانی حاصل میشه که ما امنیت کامل رو برای ساکنان شمال و جنوب کشور برگردونیم. اما منظور او از ملاحظات دیگر که فعلا باید آنها را کنار گذاشت چیست؟ احتمالاً یکی از آن ملاحظات لبریز شدن کاسه صبر خانواده گروگان‌های اسرائیلی است که بیش از 90 روز است از سرنوشت عزیزانشان بیخبرند و چشم به راه بازگشتشان به خانه. اما شاید ملاحظه دیگر و چه بسا خطیرتر این سخن تازه نتانیاهو باشد: به حزب الله پیشنهاد میکنم از سرنوشت حماس در ماهای گذشته درس بگیره. هیچ تروریستی ایمن نیست و عزم ما بر دفاع از شهروندانمون و بازگشت امن ساکنان شمال کشور به خونه هاشونه. این هدف ملیه که همه ما مسئولانه در پیشیم. اگر بتونیم این کار رو از راه دیپلماتیک انجام میدیم و اگر نشه از راه های دیگه. نفعل بدرخیم اخیروت. روزنامه واشنگتن پست با استناد به گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا نوشت دولت بایدن به صورت خصوصی به رهبران اسرائیل هشدار داده که از وارد شدن به جنگ با حزب الله پرهیز کنند. بر اساس این گزارش، آمریکا معتقد است احتمال موفقیت اسرائیل در رویاروی با حزب الله بالا نخواهد بود، زیرا نیروهای اسرائیلی همکنون در جبهه دیگری در نوار غزه در حال جنگیدن هستند. واشنگتن پست همچنین افزود که مقام‌های آمریکایی بیم دارند نتانیاهو برای در امان ماندن از انتقادات داخلی و تضمین بقای سیاسی خود تشدید تنش‌ها با حزب الله را به عنوان یک گزینه در نظر بگیرد. بنابراین می‌توان دریافت که چرا آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در طول چهارمین سفر خود به منطقه پس از آغاز جنگ گفته که مهمترین تلاش دیپلماتیک آمریکا در مقطع فعلی ممانعت از گسترش جنگ از غزه به دیگر نقاط منطقه است. پرسش اینجاست که در انتهای مأموریت دیپلماتیک بلینکن که هم‌اکنون در جریان است، آیا می‌توان به ایجاد گشایشی در این جنگ امید داشت؟ ما امیدواریم، از خدا میخواییم که بلینکن ما رو به دیده رحم ببینه و این جنگ و این بدبختی رو که گرفتار شدیم تمومش کنه. ما مردمی هستیم که باید آزاد و با عزت زندگی کنیم. اون باید به همه این تروریسم پایان بده. هر روز که از خواب پا میشیم خدا رو شکر میکنیم که هنوز زنده ایم. دیگه بیشتر از این چی میخواییم؟ چه چیز دیگه باقی مونده؟ با این اصف شاید هنوز سخن گفتن از پایان جنگ غزه کمی زود هنگام باشد. اما می توان این احتمال را داد که در پایان سفر بلینکن اسرائیل متقاعد شود که تاکتیک های جنگی اش را در غزه تغییر دهد. محسن ایزدی، لندن.